سلام بر شما، به این بخش خبری خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. سازمان بسیج با انتشار اطلاعیه‌ای از دولت حسن روحانی خواسته لایحه مسلح کردن کرانه باختری را به مجلس ارائه کند. در همین راستا سازمان بسیج اصناف و بازاریان ایران شماره حسابی را برای کمک به خرید تسلیحات برای گروه‌های مسلح فلسطینی اعلام کرد. علی خامنه ای روز چهارشنبه خواستار مسلح شدن کرانه باختری شده بود. سازمان بسیج با انتشار اطلاعیه‌ای از دولت حسن روحانی خواسته لایحه تسلیح کرانه باختری را به مجلس ارائه کند. در بیانیه این سازمان از دولت خواسته شده در راستای تدابیر نورانی علی خامنه ای لایحه کمک به تسلیح مردم کرانه باختری را با فوریت تمام به مجلس ارائه کند. این سازمان از جوانان غیرتمند هم خواسته با خلاقیت و ابتکار راه‌های بیشتری را برای رساندن سلاح و تجهیزات به کرانه باختری باز نمایند. در همین راستا سازمان بسیج اصناف و بازاریان ایران که زیر شاخه نیروی مقاومت بسیج است، شماره حسابی را برای کمک به خرید تسلیحات برای گروه‌های مسلح فلسطینی اعلام کرده و از مسلمانان خواسته است که وجوه خود را به این حساب واریز کنند. این تشکل همچنین از جوانان اردنی خواسته است که مسیرهای رساندن سلاح و مهمات به فلسطین و کرانه باختری را توسعه بخشند. سازمان بسیج اصناف و بازاریان ایران دلیل صدور این بیانیه را پاسخ به درخواست رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر کمک به غزه و مسلح شدن کرانه باختری ذکر کرده است. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه اول مرداد خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در برابر اسرائیل تا پیش از نابودی آن شد و گفت که فلسطینی‌ها باید کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز در گفتگو با شبکه عرب زبان العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت الان مبارزان غزه از توانمندی خوبی برخوردارند و سلاح مورد نیاز خود را تأمین می کنند. البته آنها زمانی نیازمند تکنولوژی تولید سلاح بودند که ما این تکنولوژی را به آنها داده بودیم. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت ایران نیز در نامه‌ای خطاب به محمد الضعیف فرمانده شاخه نظامی گروه حماس در نوار غزه نوشت مهمات مورد نیاز شما از دل سنگ هم که باشد به دستتان خواهد رسید. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی نیز گفته است صهیونیست‌ها برای چندمین بار ثابت کردند جز زبان گلوله زبان دیگری متوجه نمی‌شوند. در روزهای گذشته هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از اعزام 6 نماینده مجلس ایران به غزه به ریاست حسن کامران نماینده اصفهان برای حمایت معنوی و کمک رسانی بشر دوستانه خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها ضمن نکوهش یاسر عرفات رئیس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی و محمود عباس به عنوان افراد سازشکار بر سر آرمان‌های فلسطینی از گروه‌های تندرو و مسلح فلسطینی نظیر حماس و جهاد اسلامی حمایت مالی و نظامی و رسانه‌ای می‌کنند. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس در نوار غزه 21 آذر 1385 از کمک 250 میلیون دلاری ایران به تشکیلات خودگردان خبر داده بود. روز گذشته رسانه‌های دولتی ایران تبلیغات گسترده‌ای را برای برگزاری راهپیمایی روز قدس انجام دادند. سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی ایران، مراجع تقلید و برخی از احزاب سیاسی مردم ایران را به شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند. برخی از گروه‌ها و احزاب منتقد در جمهوری اسلامی از جمله جبهه مشارکت نیز مردم ایران را به شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند و امروز جمعه در تقویم جمهوری اسلامی روز قدس است. طی 2 هفته درگیری‌های نوار غزه که در روزهای اخیر شدت گرفته است، بیش از 750 فلسطینی کشته و 4600 نفر نیز مجروح شدند. تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
کمپانی آمریکایی بوئینگ از عقد قرارداد با هواپیمایی جمهوری اسلامی برای تأمین قطعات هواپیما خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کمپانی بر اساس قرارداد تازه قطعات و خدمات مربوط به ایمنی پرواز را در اختیار ایرانر خواهد گذاشت. این نخستین بار است که بوئینگ از سال 1979 با آغاز تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی با ایران وارد معامله می‌شود. مقام‌های ایران پیشتر از لغو تحریم قطعات هواپیما بر اساس توافقنامه اولیه ژنو خبر داده بودند. وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای را با دستخط محمد تقی مصباح یزدی منتشر کرده که بر اساس آن وی در سال 1369 زمانی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، درخواست مبلغ 150,000 دلار کمک بلاعوض دولتی برای سفر 20 نفر از اعضای حوزه علمیه به آمریکا و کانادا کرده است. پیش از این مصباح یزدی رحیم مشاعی را به داشتن سفرهای متعدد به خارج از کشور متهم کرده بود. مصباح در هفته‌های اخیر حملات تندی را متوجه هاشمی رفسنجانی کرده است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیسای همگام می‌گوید پس از گذشت 2 هفته هنوز اطلاعی از وضعیت 3 نوکیش مسیحی که در انزلی بازداشت شده‌اند در دست نیست. سید علیرضا علی حق نژاد، معروف به ماتیاس، از نوکیشان مسیحی وابسته به کلیسای ایران در شهر انزلی به همراه محمد روغنگیر، معروف به وحید، و سروش سرایی از اعضای همین کلیسا در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. جمعی از خانواده‌های آسیب دیده بعد از انتخابات 88 در نامه‌ای به اسدالله بادامچیان به اتهام‌زنی‌های اخیر وی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی واکنش نشان دادند و از این عضو هیئت مؤتلفه خواستند از نجابت آسیب دیدگان پس از انتخابات 88 سوء استفاده نکند. این خانواده‌ها در نامه خود با یادآوری اینکه بعد از 5 سال هنوز پرونده‌های فرزندان آنها مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اظهارات بادامچیان را خلاف اخلاق، شرع و انسانیت توصیف کردند. آقای بادامچیان اخیراً گفته بود میرحسین موسوی در حصر نیست و فقط به این خاطر در خانه‌اش تحت مراقبت است که خانواده‌های شهدای 88 او را نکشند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با استقبال از انتخاب فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق، این انتخاب را گام مثبت و ارزنده‌ای در چارچوب فرایند سیاسی عراق توصیف کرد. پس از ماه‌ها مذاکرات پرتنش، بالاخره پارلمان عراق روز گذشته فؤاد معصوم را به مقام ریاست جمهوری برگزید. مرضیه افخم پس از انتخاب فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق از سوی پارلمان این کشور گفت این مسیر سیاسی در سایه وحدت ملی و تمامیت ارضی این کشور به طور کامل و در زمانبندی مورد نظر و قانونی خود تکمیل شود. خانم افخم افزود توجه همزمان عراق به مبارزه با تروریسم و روند سیاسی نشانگر هوشیاری عراقی‌ها نسبت به شرایط کنونی این کشور و لزوم اتخاذ تدابیر همه جانبه برای عبور از بحران است. پارلمان عراق روز پنجشنبه فؤاد معصوم از کردستان عراق را به ریاست جمهوری انتخاب کرد. پارلمان عراق با 211 رأی از مجموع 228 رأی نمایندگان فؤاد معصوم را به ریاست جمهوری برگزید. فؤاد معصوم عضو جناح اتحاد میهنی کردستان در مجلس عراق است. بدین ترتیب آقای معصوم جانشین جلال طالبانی می شود. بر اساس قوانین عراق، سه پست ریاست مجلس، ریاست جمهوری و نخست وزیری باید به ترتیب به یک سنی مذهب، یک کرد و یک شیعه مذهب داده شود. انتخاب فؤاد معصوم گام دیگری است در راستای پایان دادن به خلأ قدرتی که ماهاست بر دولت عراق حاکم است. هفته گذشته نمایندگان پارلمان سلیم جبوری سنی مذهب را برای ریاست مجلس عراق انتخاب کردند، ولی به نظر می رسد که برای انتخاب رئیس دولت جدید به مدت زمان بیشتری نیاز باشد، زیرا نوری مالکی بر یک دور دیگر نخست وزیری خود پافشاری می کند. در همین حال آقای مالکی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای شورای استانداری استان نینوا اعلام کرد
دولت عراق بر اخراج گروه‌های تروریستی از شهر موسل و نجات ساکنان آن از گروه‌های جنایتکار مصمم است. نخست وزیر عراق گفت آنچه که در موسل رخ داده نه به دلایل امنیتی بلکه به دلایل سیاسی بوده است و سقوط این شهر به دلیل سیاسی است و نه به دلیل امنیتی. و در ادامه افزوده دولت آماده هر گونه حمایت از ساکنان استان نینوا و عشایر آن برای مبارزه با تروریسم و داعش است. وی تاکید کرده باید هرچه سریعتر درد و رنج مردم برای حل مشکلات آنها پایان یابد. نوری مالکی نخست وزیر عراق همچنین روز پنجشنبه ژنرال لوید اوستین فرمانده نیروی مرکزی آمریکا را در دفترش در شهر بغداد به حضور پذیرفت. وی در این دیدار تاکید کرد عراق نیازمند همکاری بیشتر با آمریکا در زمینه نظامی و تسلیحاتی است. فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا نیز آماده کشورش را برای حمایت از عراق برای شکست تروریسم اعلام کرد. عراق در بحران عمیق سیاسی به سر می‌برد و شبه نظامیان تروریست دولت اسلامی عراق و شام از همین بحران و خلأ سیاسی استفاده کردند تا با اشغال بخش بزرگی از شمال کشور نیروهای خود را به پشت دروازه‌های بغداد برسانند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 24 ژوئیه وارد بغداد شد و با نوری مالکی نخست وزیر، سلیم جبوری رئیس مجلس و دیگر سیاستمداران درباره تشکیل یک دولت گفتگو کرد و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد. مقامات الجزایر تایید کردند یک فروند هواپیمای مسافربری این کشور با 116 سرنشین سقوط کرده است. لاشه این هواپیما که در مسیر بورکینافاسو به الجزیره ناپدید شده بود در کشور مالی پیدا شده است. این هواپیما صبح پنجشنبه دوم مرداد ماه از اوواگادوگو پایتخت بورکینافاسو عازم الجزایر بود که ساعتی پس از ترک فرودگاه ارتباطش با برج مراقبت قطع شد. گزارش شده در آخرین تماس خلبان با برج مراقبت شهر نیامی در نیجر وی از تغییر مسیر هواپیما به دلیل طوفان شن خبر داده است. این هواپیما 51 سرنشین فرانسوی داشت. ارتباط گزارشی داریم از محمد رضا شاهید خبرنگار ما در پاریس که از واکنش دولت فرانسه به سقوط این هواپیمای الجزایری میگوید. از روز گذشته که خبر سقوط یک فروند هواپیمای متعلق به الجزایر انتشار یافت با مرگ 116 مسافر و خدمه، مهمترین خبر روز در فرانسه تا این لحظه همچنان همین خبر هست. همون دیروز یک سلول بحران با رئیس جمهور، سه وزیر کشور، خارجه و دفاع، همینطور نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش تشکیل شد. امروز صبح هم همینطور. دلیل این امر این هست که پرواز این هواپیما به دلیل آغاز از بورکینافاسو و عبور از مالی می توانست مشکوک باشه، به این دلیل که جریاناتی که در مالی اتفاق افتاد و احتمال موشک زدن به این هواپیما وجود داشت. البته تا حد زیادی این دلیل از بین رفته، اما همطور که امروز آقای اولاند می گفت هنوز باید صبر کرد که نتایج مشخص بشه. یکی از دو جعبه سیاه پیدا شده اما هنوز تحقیقات ادامه داره. آقای لوران فابیوس فردا قرار است که خانواده 51 فرانسوی رو که در این هواپیما جان خودشون رو از دست دادن به حضور بپذیره. دیروز صحنه تأثیر برانگیزی وجود داشت برای اینکه این 51 فرانسوی برای شهرهای مختلف فرانسه بلیت خریده بودند، برای شهرهای تولوز، مارسی، لیون و حتی خود پاریس، و برای مثال 13 صندلی در هواپیمایی که از الجزایر به پاریس می آمد خالی بود و مسافران در فرودگاه شارل دوگل در وضعیت بد روحی قرار داشتند. امروز صبح آقای اولاند شخصا بار دوم در این باره صحبت کرد و گفت که در کنار خانواده های قربانیان هست. هنوز دلایل سیاسی یا جوی و یا مسائل دیگر کاملا روشن نشده است، اما آخرین خبری که در این باره منتشر شده این است که 100 نفر نظامی به محل سقوط هواپیما اعزام شدند به دلیل گرمای هوا و احتمالات دیگر، بتوانند آخرین تحقیقات خودشون رو انجام بدن و اون رو منتشر کنند. پاریس، تلویزیون ایران فردا.
حمله اسرائیل به یک مدرسه در نوار غزه که زیر نظر سازمان ملل متحد اداره می شود 15 کشته بر جای گذاشت تا آمار کشته شدگان فلسطینی در این جنگ به 788 نفر برسد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف خشونت ها شد. کارکنان خدمات اورژانس غزه اعلام کردند که در پی حمله موشکی اسرائیل 15 نفر از پناهندگان به مدرسه مزبور کشته شدند. شاهدان عینی نیز به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفتند که 10 نفر دیگر نیز در جریان این حملات زخمی شدند. این پناهگاه در بیت هانون است و زیر نظر سازمان ملل متحد اداره می شود. بسیاری از فلسطینی ها از ترس حمله موشکی اسرائیل به این مدرسه پناه برده بودند. سخنگوی امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی نیز در صفحه توییتر خود نوشت که در یک ساختمان سازمان ملل متحد عده زیادی کشته و زخمی شدند. گروه امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اعلام کرده است که از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه تا کنون 75 مدرسه فلسطینی که زیر نظر سازمان ملل متحد اداره می شدند با حملات اسرائیل مواجه بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شمار قربانیان در 17 روز حملات اسرائیل به نوار غزه به 788 نفر رسیده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد پس از بمباران مدرسه بیت هانون گفت بسیاری کشته شدند از جمله زنان، کودکان و نیز شماری از کارکنان سازمان ملل متحد. مقام‌های واشنگتن پس از این رویداد تأسف عمیق خود را از این رویداد غم‌انگیز بیان داشتند. ارتش اسرائیل در تل‌آویو اعلام کرد که درباره این حمله تحقیق خواهد کرد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل سازمان حماس را متهم کرد که از مناطق پرجمعیت نوار غزه به ارتش اسرائیل حمله می‌کند و برای آن سازمان جان غیر نظامیانی که هدف این حملات قرار می‌گیرند هیچ ارزشی ندارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد چند ساعت قبل از انتشار خبر حمله موشکی اسرائیل به این مدرسه برای پناهندگان غزه نسبت به خبر مخفی بودن موشک‌های فلسطینی‌ها در یکی از این مدارس واکنش نشان داده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد در اظهار نظرش نگفت که چه سازمانی در دبستان‌های پناهندگان فلسطینی موشک مخفی کرده است. او اما تأکید کرد که تحقیقات برای شناسایی عاملان ادامه دارد. بان کی‌مون در ادامه گفت عاملان این اقدام با کار خود مدارس را به هدفی تبدیل کردند برای حملات موشکی اسرائیل و کشته شدن کودکان بیگناه. دبیر کل سازمان ملل در انتها گفت این سازمان جهانی می‌کوشد جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. یک هفته پیش نیز بنیاد امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اعلام کرد که یک مدرسه این سازمان جهانی در نوار غزه که متروک بوده است به پایگاهی برای پرتاب موشک تبدیل شده و در آن بقایای حدود 20 موشک پرتاب شده دیده می شود. روز سه‌شنبه 22 ژوئیه نیز مشخص شد که یکی دیگر از مدارس وابسته به سازمان ملل متحد در نوار غزه به محل پرتاب موشک از سوی حماس به کشور اسرائیل تبدیل شده است. در رویدادی دیگر سازمان هوایی فدرال ایالات متحده آمریکا از روز پنجشنبه دوم مرداد ماه ممنوعیت پرواز شرکت‌های آمریکایی به فرودگاه‌های اسرائیل را اعمال کرد. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که در پی اصابت یک موشک به نزدیکی یکی از فرودگاه‌های اسرائیل در روز سه‌شنبه برنامه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی به اسرائیل برای دست کم 24 ساعت لغو شده است. شرکت‌های اروپایی نیز از جمله ایر فرانس، لوفتانزا و KLM نیز پروازهای خود به تل‌آویو را به دلیل مسائل امنیتی و ادامه درگیری‌های غزه به حالت تعلیق درآوردند. حماس تعلیق پروازهای شرکت‌های غربی به اسرائیل را پیروزی بزرگ مقاومت خود خوانده است. در حالی که نزدیک به 20 روز از جنگ غزه می‌گذرد، تلاش جان کری وزیر خارجه آمریکا به همراه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس ادامه دارد. تا کنون 788 فلسطینی که به گفته سازمان ملل 70% آنها غیر نظامی هستند در جنگ غزه کشته شدند. اسرائیل نیز 32 سرباز خود را از دست داده است. دو غیر نظامی اسرائیلی و یک کارگر تایلندی نیز در اسرائیل کشته شدند.
ترکیه ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافربری خود به اسرائیل را برای 24 ساعت دیگر تمدید کرد. شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به دلیل ناامنی در فرودگاه‌های بین‌المللی اسرائیل پروازهای خود به این کشور را از شامگاه چهارشنبه متوقف کرده بودند. مجیدان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش می‌دهد. شرکت‌های هواپیمایی ترکیه که پروازهای خودشون به اسرائیل رو به دلیل درگیری‌های اخیر در غزه و نگرانی از ناامنی در فرودگاه اسرائیل از روز چهارشنبه متوقف کرده بودند، این زمان رو برای 24 ساعت دیگه تمدید کردند. آقای لطفی الوان، وزیر ترابری و ارتباطات ترکیه، روز پنجشنبه با اعلام این خبر عنوان کرد که برای 24 ساعت دیگه، یعنی تا پایان روز جمعه، ممنوعیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به اسرائیل تمدید شده. دلیل این هم رو هم آقای الوان ریسک بالای پرواز در فرودگاه‌های اسرائیل عنوان کرده. اما از سوی دیگه با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مقامات ترکیه، بسیاری از گردشگران اسرائیلی که برای تعطیلات و گردش به ترکیه سفر کرده بودند، اکنون با مشکل برگشت به کشورشون مواجه شدن. به همین دلیل هم مقامات بخش هواپیمایی اسرائیل روز پنجشنبه تصمیم گرفتن 4 فروند هواپیمای مسافربری اسرائیلی رو به ترکیه بفرستن تا در چنین شرایطی کار انتقال مسافران و شهروندان اسرائیلی از ترکیه به این کشور رو بر عهده بگیرن. حالا هرچند که منع پرواز شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به اسرائیل برای 24 ساعت تمدید شده، اما این احتمال وجود داره با ادامه نارامی‌ها و نگرانی از تأمین امنیت در فرودگاه‌های اسرائیلی مجدداً این زمان تمدید بشه، موضوعی که تا همین الان هم خب موجب اعتراض شدید مقامات اسرائیلی شده، چرا که تنها شرکت‌های هوایی ترکیه نبودن که پروازشون رو به اسرائیل لغو کردن، بلکه در 48 ساعت گذشته این تصمیم از سوی شرکت‌های هوایی بین‌المللی دیگه هم گرفته شد، از جمله شرکت‌های هوایی آلمانی و آمریکایی. در واقع 2 روز پیش پرتاب 1 موشک به سمت فرودگاه بین‌المللی بن گوریون تل‌آویو موجب این نگرانی در میان بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی شد و افزایش این نگرانی‌ها هم خب موجب اتخاذ چنین تصمیمی در نهایت شد. هرچند خود اسرائیل بسیار تلاش داره این اطمینان رو به دیگر کشورها از بابت سپر موشکی خودش موسوم به گنبد آهنین بده، اما همه این تضمین‌ها دست کم در 48 ساعت گذشته باعث نشده این شرکت‌های هوایی پروازهای خودشون به اسرائیل رو از سر بگیرن. حالا گذشت از بر روی زیان‌های اقتصادی این موضوع برای اسرائیل، مسئله مهم بود روانی این اتفاق هستش، چرا که چندان برای مقامات اسرائیلی خوشایند نیست و نخواهد بود که در میان افکار عمومی این تصور، یعنی وجود ناامنی در اسرائیل، شکل بگیره. هرچند در آن سو برخی مقامات حماس از همین موضوع، یعنی لغو 48 ساعته پروازهای بین‌المللی به اسرائیل، به عنوان یک کارت برنده تبلیغاتی نهایت استفاده رو بردن و از اون تحت عنوان پیروزی یاد کردن. به دنبال استعفای آرسنی یاتسنیوک از مقام نخست وزیری اوکراین، مجلس این کشور ولادیمیر گروسمن را به عنوان نخست وزیر موقت تعیین کرد. وی در دولت قبلی اوکراین وزیر توسعه مناطق و ساختمانسازی بود. یاتسنیوک علت استعفای خود را فروپاشی ائتلاف حاکم در مجلس عنوان کرده است. در رویدادی دیگر، آمریکا روسیه را به ارسال سلاح‌های سنگین برای جدایی طلبان طرفدار روسیه متهم کرده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد برخی از مواضع از ارتش اوکراین از داخل خاک روسیه هدف آتش توپخانه قرار می‌گیرد. دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به مسائل امنیتی عراق گفت هدف قرار دادن اقلیت‌ها در موسل جنایت علیه بشریت است. دبیر کل سازمان ملل که در عراق به سر می‌برد با این گفته اعلام کرد تشکیل دولت وحدت ملی برای غلبه بر تهدید تجزیه فرقه‌ای و قومی این کشور ضروری است. وی در نشست خبری مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت عراق با مسئله‌ای که موجودیتش را تهدید می‌کند روبروست، اما می‌تواند با تشکیل دولت وحدت ملی بر این تهدید غلبه کند.
سردبیر بخش خارجی واشنگتن پست اعلام کرد که خبرنگار مقیم ایران این روزنامه به نام جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی بازداشت شدند. دلیل و محل بازداشت این افراد هنوز اعلام نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران امروز با تایید این خبر گفته بعد از بررسی‌های فنی میتوان در این باره به صورت کامل اطلاع رسانی کرد. مقام‌های آمریکایی و روزنامه واشنگتن پست گزارش دادند که سه تبعه آمریکایی از جمله جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران و همسر ایرانیش بازداشت شدند. داگلاس هیل دبیر سرویس خارجی واشنگتن پست گفته است که این روزنامه گزارش‌های موثقی به دست آورده است مبنی بر اینکه جیسون رضاییان خبرنگار و یگانه صالحی همسر وی غروب روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شدند. آقای هیل در بیانیه‌ای گفته ما عمیقاً نگران وضعیت جیسون، یگانه و دو نفر دیگری هستیم که همراه آنها بودند. وی افزوده است رضاییان که از سال 2012 خبرنگار واشنگتن پست در تهران است، گزارشگری با تجربه و مطلع است که شایسته حمایت و احترام است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، خانواده رضاییان گفتند که مایل نیستند در این زمینه اظهار نظر کنند. جیسون رضاییان تابعیت ایرانی و آمریکایی دارد. یگانه صالحی نیز که تبع ایران است برای دریافت اقامت دائم در آمریکا اقدام کرده است و برای روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی کار می‌کند. این گزارش می‌گوید دو آمریکایی دیگر که بازداشت شدند به عنوان عکاس و خبرنگار فعالیت آزاد می‌کردند. یکی از این دو تبع آمریکایی مریم رحمانیان است. خانم رحمانیان از سال‌ها پیش در ایران اقامت داشته است. در همین حال ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که مقامات از گزارش‌های مربوط به بازداشت شهروندان آمریکایی در تهران مطلع هستند. وی اظهار داشت اولویت اصلی ما امنیت و سلامتی شهروندان آمریکایی در خارج از کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این حال گفت که اطلاعات بیشتری در این زمینه ندارد. واشنگتن پست در گزارش خود خبر داده که حمید بابایی سخنگوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در یک ایمیل گفته است که دیپلمات‌های ایرانی در حال بررسی خبر بازداشت این افراد هستند. آقای بابایی افسوده است هر زمان که خبر تازه‌ای به دست ما برسد شما را مطلع خواهیم کرد. خبرنگارانی که برای رسانه‌های غربی کار می‌کنند طی سال‌های گذشته با سختی‌های زیادی برای گرفتن مجوز کار در ایران روبرو بودند. با این حال جیسون رضاییان توانسته بود که مجوز کار در ایران را به دست آورد و از سال 2012 برای واشنگتن پست کار کند. وی از سال 2008 در تهران مستقر است و پیش از آن نیز برای سایر نشریات غربی از جمله سان فرانسیسکو کرونیکل گزارش تهیه می‌کرد. برلین در واکنش به موارد اخیر جاسوسی‌های آمریکا در آلمان، جاسوسی از سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دوست را در دستور کار خود قرار می‌دهد. به گزارش زوید دویچه سایتونگ، دولت آلمان تصمیم گرفته است سازمان‌های اطلاعاتی انگلیسی و آمریکایی را حداقل برای زمانی که آنها در خاک آلمان فعالیت دارند مورد نظارت و جاسوسی قرار دهد. تا کنون اقدامات ضد جاسوسی آلمان روی کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران متمرکز بود. به نوشته این روزنامه دامنه جاسوسی های جدید آلمان هنوز تعیین نشده است. سناتورهای جمهوری خواه آمریکا خواستار مشارکت بیشتر کنگره این کشور در روند انجام توافق هسته‌ای با ایرانند. آنها همچنین در لایحه‌ای پیشنهادی خواهان تعیین مهلتی نهایی برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. در آمریکا 5 سناتور جمهوری خواه روز چهارشنبه دوم مرداد لایحه قانونی را پیشنهاد کردند که طبق آن رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما مجبور می شود متن هر گونه توافقنامه با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور را بلافاصله برای رأی گیری به کنگره تسلیم کند. این 5 سناتور لایحه پیشنهادی خود را 5 روز پس از آن ارائه کردند که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین دیدار داشتند اما به توافقی نهایی نرسیدند. از آنجا که هنوز میان دو طرف مذاکره کننده اختلافاتی وجود دارد، تاریخ پایان گفتگوها که 20 ژوئیه تعیین شده بود تمدید و به پایان نوامبر موکول شد.
در صورتی که توافق نهایی میان طرفین مذاکره کننده صورت گیرد، ایران اجازه استفاده صلح‌آمیز از فناوری اتمی را خواهد داشت، اما همزمان مجاز به تولید سلاح اتمی نخواهد بود. در برابر تمامی تحریم‌های مالی و تجاری علیه ایران که در سال‌های اخیر موجب بحران اقتصادی در این کشور شده‌اند، رفع خواهد شد. اخبار مربوط به تمدید مهلت رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب خشم سناتورهای آمریکایی، به خصوص آن دسته از نمایندگان جمهوری‌خواه شد که معتقدند ایران با نیت خوب در مذاکرات شرکت نمی‌کند. این گروه از سیاستمداران آمریکایی همچنین نگرانند از اینکه باراک اوباما بیش از حد در برابر ایران انعطاف نشان دهد تا بعد بتوانند ادعا کند که انجام توافق با این کشور دستاورد و پیروزی سیاست خارجی دولت او بوده است. سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو گفته است هر توافقنامه نهایی در مورد مسئله‌ای به این مهمی باید در کنگره بررسی شود. او افزوده کنگره باید بررسی کند که توافقنامه وحشتناکی امضا نشود که احیاناً زندگی شهروندان آمریکایی را به خطر بیاندازد. در لایحه پیشنهادی سناتوران جمهوری‌خواه پیش‌بینی شده که مذاکرات با جمهوری اسلامی بار دیگر تمدید نشود و اینکه در صورت تخطی ایران از توافق به دست آمده همه تحریم‌ها بار دیگر فوراً اجرا گردد، همچنین اگر اکثریت کنگره توافقنامه را نپذیرد جلوی عملی شدن آن گرفته شود. سناتور باب کروکر که نقشی مهم در مقرر شدن تحریمات علیه ایران داشته گفته است تمامی توافقنامه باید بررسی شود و بعد باید رأی صادر شود که آیا این توافقنامه همخوان با علایق امنیت ملی ما هست یا خیر. سناتور لینسی گراهام هم گفته است کنگره باید بررسی کند که آیا این توافقنامه به قدر کافی قوی هست تا توجیه کننده رفع تحریم ها باشد. او جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی را مهمترین نتیجه نهایی سیاست خارجی آمریکا طی چندین نسل گذشته خوانده است. چند صد تن از نمایندگان در آغاز ماه ژوئیه در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تصریح کردند تنها در صورتی با رفع تحریم‌ها علیه ایران موافقت خواهند کرد که ایران حاضر به مصالحه در مورد برنامه موشکی خود و نیز مسائل مربوط به حقوق بشر و تروریسم باشد. رفع بسیاری از تحریم‌های آمریکا بدون همکاری کنگره این کشور امکان پذیر نیست. از سوی دیگر رفع تحریم‌ها شرط آن است که ایران با درخواست‌هایی که برای محدود ساختن برنامه اتمی‌اش مطرح است موافقت کند. 5 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی که لایحه قانونی در رابطه با توافقنامه هسته‌ای با ایران را عرضه کردند، باب کروکر، لینسی گراهام، مارکو روبیو، جان مک‌کین و جیمز ریش هستند. برنامه توسعه سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص توسعه انسانی از سقوط دو پله‌ای ایران خبر داده و نوشته است رتبه ایران در میان 187 کشور جهان 75 است. دو کشور بلاروس و قزاقستان با رتبه‌های 53 و 70 از نظر شاخص توسعه انسانی از ایران وضعیت بهتری دارند. بر اساس تعریفی که توسط این نهاد ارائه شده، شاخص توسعه انسانی مقیاسی برای ارزیابی بلند مدت پیشرفت در 3 حوزه توسعه انسانی است. این حوزه ها عبارتند از داشتن زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و برخورداری از معیار معاش مناسب و معقول است. اما آخرین خبر این که خبر بازنشر شده در بسیاری از رسانه‌های ایران از جمله تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی درباره کمک مسی به اسرائیل یک جوک بود. طی چند روز گذشته خبری در مورد کمک 1 میلیون یورویی مسی به دولت اسرائیل به صورت گسترده در مهمترین رسانه‌های ایران منتشر شد. حالا اما مشخص شده کل این موضوع جوکی بوده که از سوی یک سایت فکاهی و سرگرمی در الجزایر در روز 24 تیر ساخته شده. این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران موضوع طنزی را که به نفعشان باشد جدی می‌گیرند و به انتشار وسیع آن می‌پردازند. این بود مجموعه خبرهای امروز ما. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.